احیانا با یکی از پیچیده‌ترین ماجراهای سرقت اتومبیل تاریخ طرف باشیم یا شاید یه صحنه‌سازی بزرگ. هنوز کسی این رو نمیدونه. با من در ماجرای گلدفینگر همراه باشین. در سال 1964 گای همیلتون مأمور ساخت سومین قسمت از مجموعه جیمز باند شد. بودجه فیلم باز هم $1 میلیون افزایش پیدا کرد و به $3 میلیون رسید. با تغییر کارگردان توقع میرفت که فیلم متفاوتی نسبت به نسخه‌های قبل ببینیم و این اتفاق هم افتاد. این بار هم شاهد نقش آفرینی شان کانری به عنوان مأمور 207 هستیم و آنر بلکمن نقش باندگرل اصلی این فیلم رو بر عهده داره. بدمن ماجرا هم اریک گلدفینگره که نقش او رو گرت فروبه بازی میکنه. در داستان فیلم باند در حال تعقیب گلدفینگر قاچاقچی بزرگ طلاست. او در ابتدای فیلم با شگردهای همیشگی خودش جیل مسترسون دختر همراه گلدفینگر رو به سمت خودش میکشونه و با او وارد رابطه میشه. رابطه‌ای که فرجام تلخی برای جیل داره و اتفاقاً باند رو به نوعی خونخواهی و انتقامجویی از گلدفینگر مجاب میکنه. تحت این مأموریت باند متوجه میشه که گلدفینگر قصد داره مخزن اصلی طلای بانک مرکزی آمریکا رو با رادیواکتیو آلوده کنه تا قیمت جهانی طلا رو به طور سرسام‌آوری افزایش داده خودش رو به یک قدرت انحصاری در جهان بدل کنه. حال او باید تلاش کنه سد راه این عملیات خرابکارانه بشه. فیلم این بار در آمریکای لاتین شروع شده. جیمز باند رو به سواحل میامی میکشونه تا در اولین ملاقات او با گلدفینگر سری به هتل فونتبلو بزنیم. جالبون که نه کانری نه هیچ یک از بازیگران فیلم به جز لیندر که نقش فلیکس لیتر مأمور CIA رو بازی میکنه در میامی حضور نداشتند و تمام صحنه ها در استودیو فیلم برداری شده. شان کانری همزمان با این فیلم داشت مارنیو بازی میکرد برای هیچکاک، برای همینم سر صحنه های میامی حاضر نشد. صحنه برخورد استون مارتین باند با دیوار کارخونه در جاده پشت استودیو فیلم برداری شده که این مسیر همینک خیابان گلدفینگر نام داره. این آخرین فیلمیه که در زمان حیات یان فلمینگ ساخته شده. او در زمان فیلمبرداری از مجموعه گلدفینگر بازدید کرد اما پیش از اکران فیلم درگذشت. صحنه‌های مربوط به فورت ناکس مخزن طلای آمریکا کاملا تخیلیه، چرا که به تیم تولید کننده هیچگاه اجازه بازدید از این مکان داده نشد. کن آدام طراح صحنه تنها یک بار با رایزنی تهیه کننده فیلم و به خاطر علاقه خانواده کندی رئیس جمهور وقت آمریکا به سری جیمز باند فرصت یافت یک پرواز بر فراز این منطقه داشته باشه. او سعی کرد از تمام اون چه که دیده در طراحی خودش بهره ببره. این طرح به قدری واقعی به نظر می رسید که حتی اعتراض برخی آمریکایی ها رو به دنبال داشت، چرا که گمان می‌کردند دولت آمریکا مجوز ورود و فیلمبرداری از فورت ناکس رو به یک تیم بریتانیایی داده. شان کانری برای بازی در این فیلم علاوه بر افزایش دستمزد، تهیه کنندگان رو مجاب پرداخت 5% از درآمد ناخالص فیلم کرد. پوسی گالور خلبان شخصی گلدفینگر و رهبر یک تیم خلبان زن که قراره نقش مهمی در عملیات خرابکارانه او ایفا کنه و سهم بزرگی از سود گلدفینگر بهش برسه، یکی از محبوبترین باندگرل های تاریخه. نام تحریک کننده او ممکن بود از طرز سانسور در ایالات متحده از پوسی گالور به کیتی گالور تغییر کنه، اما در نهایت تنها قرار شد توی تبلیغات عوض این عنوان از عنوان میس گالور یا خلبان شخصی گلدفینگر استفاده بشه. آنر بلکمن بازیگری بود که برای نقش پوسی گالور انتخاب شد. نقش جیل مسترسون رو شرلی ایتون بازی کرد، زنی که توسط باند اغوا شد، به گلدفینگر خیانت کرد و در همون ابتدای فیلم به علت خفگی پوست جون خودش رو از دست داد، چرا که اوجاب تمام تنش رو در رنگ طلایی پوشوند. اما نقش خواهر انتقامجوی جیل یعنی تیلی مسترسون رو تانیا مالتبی ایفا کرد. او هم توسط اوجاب با پرتاب کلاه لبه فلزی به قتل رسید. در این فیلم یک بار دیگه شاهد حضور فلیکس لیتر هستیم که این بار نقش او رو سک لیندر بازی میکنه. لیندر به علت افزایش دستمزد جانشین جک لورد شد که در دکتر نو این نقش رو بازی کرده بود. ابتدا قرار بود اورسون ولز افسانه‌ای نقش گلدفینگر تاجر و قاچاقچی بزرگ طلا رو بازی کنه، اما خواسته های مالی بالای او گرت فروبه را جایگزین این بازیگر افسانه‌ای سینما کرد. فروبه هم آلبانی زبان بود و در اکثر فیلم صدای او توسط بازیگری تلویزیونی به اسم مایکل کالینز دوبله شد. نقش اوجاب خدمتکار کره‌ای وفادار و بسیار مرگبار گلدفینگر رو هارولد ساکاتا بازی کرد. او مدال نقره المپیک در رشته وزنه‌برداری رو برده بود و گای همیلتون پس از دیدن او در یک برنامه کشتی برای نقش انتخابش کرد. در این فیلم ناجا رجین در نقش رقصنده ایفای نقش میکنه که در آغاز فیلم تلاش کرد باند رو به تله مرگبار بکشه. بریم سراغ کد شوال باند. در سکانس ابتدایی فیلم باند از عملیات انفجار برگشته زیپ لباس ضدآب به خودش رو باز میکنه و یک کت آجیرنگ و شلوار سیاه زیر اون لباس به تن داره. یک میخک قرمز در جزرکمه یقه میگذاره که کامل کننده این تیپ درخشان اوست. او همینطور یک بار دیگه یک کت شلوار چک گلن خاکستری رو به تن کرده که این بار برخلاف فیلم‌های قبل سه تکه است و جلیقه به ست کت شلوار او اضافه شده. در صحنه آخر هم شان کانری دومین کت شلوار سه تکه خود رو در این فیلم تن میکنه که برای ملاقات با رئیس جمهور آمریکا ترتیب داده شده. یک فلانل پشمی خاکستری زغالی که این بار هم توسط آنتونی سینکلر طراحی شده. در فیلم گلدفینگر سنت تازه‌ای در فیلم‌های جیمز باند گذاشته شد. آغاز فیلم یک سکانس پر از اکشن می‌بینیم که هیچ ارتباطی به بقیه داستان نداره. این رویه در فیلم‌های بعدی تغییراتی کرد، اما به هر حال این صحنه اکشن به فیلم اضافه شد. در همین سکانس ما اولین گجت طنزآمیز باند رو شاهدیم. سر مرغ دریایی، یک پوشش استتاری برای وسایل غواصی جیمز باند که کمی شوخ طبعی به فیلم اضافه کرد. این گونه گجت‌ها بعداً محبوبیت زیادی میان هواداران این فیلم‌ها پیدا کردند. بعد از اون شاهد تفنگ گرپل هوک هستیم که قلابی سر اون متصله و قلاب تنابی طویل در پی خود داره و با این وسیله باند خودش رو بالا میکشه. در این فیلم برای نخستین بار بیننده همراه با باند وارد کیو برنچ میشه. در آزمایشگاه کیو تجهیزاتی چون پارکومتر انتشار گاز، فلاسک نارنجک شونده و جلیقه ضد گلوله به نمایش درآمدند. کیو به باند دو دستگاه ردیاب میده که یکی از اونها خاصیت آهنربایی داره و برای تعقیب سوژه قابل استفاده است و دیگری در پاشنه کفش باند تعبیه میشه تا او در صورت ضرورت قابل ردیابی باشه. در ماشین جیمز باند یک دستگاه رادار هم برای ردیابی این جی پی اس مدل سال 1964 تعبیه شده. اما باند تنها استفاده کننده از رادار نیست. گلدفینگر اطراف محوطه کارخونه خودش رو به نوعی سیستم ردیابی الکتریکی مجهز کرده که وقتی تیلی مسترسون هنگام عبور به اون برخورد میکنه موقعیت اونها رو لو میده. در ماشین باند همینطور یک ایجکتور مشابه جت‌های جنگنده جاسازی شده که باند در صحنه‌ای برای رهایی از دست سربازهای گلدفینگر از اون بهره میبره. اما یک نقطه عطف در فیلم گلدفینگر استفاده از لیزره. در زمان نگارش رمان هنوز لیزر اختراع نشده بود و در این صحنه باند با اره تهدید میشد. جایی که باند به گلدفینگر میگه انتظار داری حرف بزنم و او پاسخ میده نه انتظار دارم بمیری آقای باند. اما یکی دیگه از ابزارهای گلدفینگر غیر از جت شخصی میز بیلیارد عجیب اوست که با تغییر وضعیت به دستگاه کنترل بزرگی که به یک نقشه هوایی و یک ماکت از فورت ناکس دسترسی میده بدل میشه. ما در این فیلم یک بمب اتمی فانتزی هم میبینیم. بمبی که در فیلم گلدفینگر برای تخریب فورت ناکس به محل منتقل میشه یک سیلندر کاملا ساختگی است و به خواسته کارگردان مخصوصا شکلی غیر رئال به خودش گرفته. در ساخت فیلم گلدفینگر تهیه کنندگان علیرغم اینکه در رمان جیمز باند یک استون مارتین DB مارک 3 سوار میشه تصمیم گرفتن ماشین بروزتری رو جایگزین کنن. استون مارتین DB5 اینجا وارد ماجرای جیمز باند شد. برای نخستین بار شاهد یک ماشین تجهیز شده توسط کیو برنچ هستیم. جالبه که کمپانی استون مارتین با استفاده از این ماشین در گلدفینگر چندان موافقم نبود و کمپانی آمریکایی فورد اسپانسر اصلی خودروهای استفاده شده در این فیلم محسوب میشه. ماشین های فورد تاندربرد، موستانگ و لینکلن کانتینانتال ماشین های اصلی هستند که نیروهای آمریکایی و گلدفینگر و افرادش اغلب در صحنه های مربوط به آمریکا سوار میشن. غیر از این مرسدس بنز های 190 و 220 SE هم در صحنه های از فیلم به نمایش در آمدن و از همه جذابتر رولز رویز فانتوم مارک 3 که گلدفینگر ازش برای قاچاق طلا استفاده میکنه. اما برگردیم به استون مارتین معروف جیمز باند. 4 دستگاه DB5 در این فیلم مورد استفاده قرار گرفتند. 2 مورد در فیلم برداری و 2 دستگاه برای اهداف تبلیغاتی. ماشین خیلی حائز اهمیت DP2161.1 که ابزارهای اضافه روی اون سوار شدن. این ماشین بعد از فیلمبرداری به رنگ قرمز شرابی 2 اونس درآمد، رنگی که بیشتر از یادآوری خود جیمز باند میتونه یادآور باندگرل باشه و اسمش رو از یک شراب معروف فرانسوی گرفته. این استون مارتین قبل از بکارگیری در گلدفینگر در یک سکانس از سریال معروف دستین در اپیزود 17 از فصل 2 The Noble Sportsman ظاهر شد، سریالی که اتفاقاً با هنرنمایی راجر مور ساخته و تولید می شد، کسی که خودش بیشترین نقش آفرینی در کالبد 207 رو داشته. تمام ابزارک‌های ویژه باند روی این ماشین سوار بود و به همین دلیل از خودروی 2 در صحنه‌های رانندگی استفاده می‌شد. این ماشین مثل جت‌های جنگنده صندلی ایجکتور داره و تو چراغاش مسلسل کار گذاشتن. با الهام از فیلم بنهور که در سال 1959 اکران شد و به یکی از خیره کننده ترین فیلم‌های تا زمان خودش بدل شد، به یک لاستیک خردکن مجهز شد. جیمز باند از این لاستیک خردکن برای از میدون به در کردن تیلی مسترسون بهره برد، زمانی که فکر میکرد قصد کشتنش رو داره. این خودرو پس از بارها دست به دست شدن سر از کلکسیون آنتونی پوگلیز، یک ملاک فلوریدایی در آورد. او این ماشین رو در سال 1986 در حراجی ساتبی خرید و 16 برابر قیمت خریداری شده بیمه کرد. ماشین مستقیم به آشیانه جت شخصی پوگلیز در فرودگاه بوکا راتون منتقل شد. اما در 19 ژوئن سال 1997 خبر سرقت حیرت انگیز این خودرو علاقمندانش رو شوکه کرد. کریستوفر آرمانیلو که کارش بازیابی گنج‌های گم شده است، اعتقاد داره رد این سرقت به خاورمیانه میرسه، دبی، عربستان یا کویت. کریستوفر با بیش از 10 جستجو برای یافتن این گنج، اطلاعات جمع‌آوری شده در این خصوص رو در قالب یک سلسله پادکست توسط شبکه پادکست اسپای اسکیپ پخش کرده. این سری پادکست در کنار اطلاعاتی که میده، $100,000 هم برای کسی که ردی از این ماشین پیدا کنه جایزه تعیین کرده. او در تیزر رسمی پادکست اینطور میگه: صدای کرکننده موتورهای هواپیما نمیتواند صدای جیغ فلزی را پنهان کند، چرا که زنجیر محکم میشود و قلاب متصل به محور کل شاسی را از گاراژ خارج میکند. چرخها روی آسفالت میلغزند. 1.5 تن دستاورد مهندسی زیبای بریتانیایی از سطح شیبدار بالا کشیده میشود و به محفظه بار هواپیما میروند. در عرض چند دقیقه شناخته شده ترین خودروی جهان در ارتفاع 15,000 فوتی در آسمان فلوریدا خواهد بود، اما برای یک بار هم که شده دوربین ها نمیچرخند. او در این پادکست سوال های مهمی رو طرح کرده: سرقت چطور انجام شد؟ چگونه آلارم ها فعال نشدند؟ چرا نگهبان ها چیزی ندیدند؟ و چطور یک هواپیما پر از ماشین بدون اینکه کسی متوجه بشه در آسمان فلوریدا به پرواز درآمد. دومین ماشین DB5-1486R در صحنه‌های رانندگی مورد استفاده قرار گرفت و هیچ افزونه‌ای نداشت. پس از فیلمبرداری گجت‌ها برای نمایش تبلیغاتی این ماشین افزوده شدند. مسلسل بازشونده، سپر ضد گلوله پشت شیشه و یک پلاک 3 طرفه گردون. این ماشین در سال 2010 به قیمت $4.6 میلیون به هر یگی فروخته شد. یکی از خودروهای نمایشی در حال حاضر به موزه لومن در لاهه تعلق داره و دیگری DB5-2008R در اوت 2019 به قیمت $6.4 میلیون به یک خریدار ناشناس اروپایی فروخته شد. در پایان گریزی هم به موسیقی فیلم گلدفینگر بزنیم. موزیک متن فیلم بار دیگه ساخته جان بری است. او اعتقاد داره گلدفینگر نخستین فیلمی از این مجموعه است که او در ساخت موسیقی اون اختیارات کامل داشته. او به خاطر این فیلم اسکار بهترین صداگذاری سال 1965 را از آن خودش کرد. شرلی بسی به عنوان خواننده ترک اول فیلم انتخاب شد. موسیقی متن این فیلم بهترین موسیقی جیمز باند تا به امروز شناخته میشه. جدا از موفقیت ویژه فیلم، آلبوم موسیقی اون در چارت بیلبورد که 200 آلبوم برتر سال آمریکا رو معرفی می‌کردن، در جایگاه نخست اون سال قرار گرفت. از دنیای طلایی گلدفینگر به تاندربال خواهیم رفت. نبردی پر از کوسه منتظر ماست. با من همراه.